خب دانش آموزان عزیز، دانش آموزان عزیز سلام، کسی تو گروه هست؟ لطفا حاضری بزنید. کلاس 12 ریاضی، بیایید تو گروه. خب دانش آموزان عزیز، ما چون درسمون ضبط میشه امروز میخواییم تمرین های کتاب رو بررسی کنیم. خب بیایم سراغ صفحه 40 کتاب با هم بیاندیشیم. تمرین های کتاب فصل 2. فصل 2 با هم بیاندیشیم صفحه 40. بچه ها خیلی ساده که بخوایم بررسی کنیم، یه اتمو نوشته، اتمو نوشته لایه اولش دوتا الکترون داره، لایه دومش 8 الکترون داره، لایه سومش 18 تا الکترون داره و لایه چهارمش 2 الکترون داره به اضافه یه اتم دیگه که لایه اولش 2 الکترون داره و لایه دومش 6 الکترون داره. حالا بعد اومده اینجا اتم اولیمون لایه اولش 2 الکترون داره، لایه دومش 8 الکترون داره، لایه سومش 18 الکترون به اضافه و اتم بعدیمون لایه اولش 2 الکترون داره، لایه دومش 8 الکترون داره. خب حالا اگه دقت کنید میبینید این 2 الکترون از دست داده، بنابراین این اتفاق افتاده، این 2 الکترون رو داده به این. بچه ها اگه دقت کنید این اتم ZnCه، این اتم Oه، عدد اتمیش هم 8ه. حالا وقتی 2 الکترون بده این میشه یون Zn2 مثبت. اینم 2 الکترون گرفته، ببینید
این هم میشه اوی دو معنی فی. بنابراین من میتونم بنویسم زد ان به اضافه او میشه زد ان دو مثبت اوی دو منفی. حالا گفته کدام ساختار اتم روی را نشان میدهد و کدام ساختار اتم اکسیژن. خب زیرش نوشتیم کدام اتم الکترون از دست داده. زد ان الکترون داده، اکسیژن الکترون گرفته. بعد گفته کدام اتم اگر گرفتن الکترون را کاهش و از دست دادن الکترون را اکسایش بدانیم، کدام گونه کاهش و کدام اکسایش یافته. آقا این الکترون داده پس اکسایش یافته، این الکترون گرفته پس کاهش یافته. بعد میگه شیمیدان ها هر یک از فرایندهای گرفتن الکترون و از دست دادن الکترون را با نیم واکنش نمایش میدهند که هر نیم واکنش باید از نظر جرم و بار. بچه ها پس یه نکته، نیم واکنش ها و واکنش ها باید از نظر جرم و بار الکتریکی موازنه باشد. وقتی میگه جرم یعنی تعداد اتم ها، حالا چی میخواد؟ اینک با قرار دادن تعداد معینی از معین الکترون هر یک از این واکنش های زیر را موازنه کنید. بچه ها نوشته Zn شده Zn دو مثبت به اضافه، خب ببین زد ان از صفر شده دو مثبت، پس دو تا الکترون داده، پس دو تا الکترون رو این ور می‌نویسی. باید موازنه باشه، موازنه هم هست، یه دونه زد ان یه دونه زد ان، اتماش موازنه است. بار دو مثبت و دو منفی میشه صفر، این برم زد ان صفر. این یکی، او دو به اضافه این میشه اوی دو منفی دوتا. حالا بچه او از حالت خونسا یعنی صفر شده دو منفی، دوتا الکترون گرفته. خب هر اوی دوتا الکترون گرفته، پس من اینجا می‌نویسم هر اتم او دو الکترون گرفته. خب ما دو تا او داریم، پس میشه چهار الکترون منفی. ببینید باید خونسا، باید بار موازنه باشه، دو تا دو منفی میشه چهار منفی، اینجا هم صفر و چهار منفی، صفر و چهار منفی به این صورت. خب حالا پس این واکنش هم نشه. کدام یک از نیم واکنش های بالا نیم واکنش اکسایش و کدام یک نیم واکنش کاهش؟ خب بچه ها این میشه، نیم واکنش اکسایش. چرا؟ چون با دادن الکترون همراه است. و این یکی میشه نیم واکنش کاهش. چرا؟ چون با گرفتن الکترون همراه هست. پس این نیم واکنش کاهش اکسایش. نوشته ماده ای که با گرفتن الکترون سبب اکسایش گونه دیگر میشود اکسنده، و ماده ای که با دادن الکترون
بچه خیلی ساده تر، ماده ای که خودش اکسید میشه نقش کاهنده داره. Zn خودش داره اکسید میشه، پس میشه کاهنده. O2 خودش داره کاهش پیدا میکنه چون داره الکترون میگیره، بنابراین نقش اکسنده داره. پس این تمرین صفحه با هم بیاندیشیم، صفحه 40 کتاب. یه بار دیگه دقت کنید. خب بریم سراغ تمرین بعدی. تمرین بعدی صفحه 42 کتابه. خب آقا تمرین بعدی صفحه 42. پس خود را بیازمایید صفحه 42. بچه یه چند لحظه اجازه بدید. خب دانش آموزان بریم سراغ تمرین بعدی. تمرین صفحه 42 گفته اغلب فلزها در واکنش با محلول اسیدها گاز هیدروژن و نمک تولید میکنن. آقا فلز به اضافه اسید میدهد نمک به اضافه H2. حالا اینجا فلزمون فلز رویه، خب اسیدمون رو مشخص نکرده چه اسیدیه، فقط
آها چرا نوشته با هیدروکلوریک اسید Zn به اضافه HCl میدهد ZnCl2 به اضافه H2. دوستان ببینید Zn اینجا بار یا عدد اکسایشش صفره، اینجا مثبت یکه، اینجا منفی یکه، اینجا مثبت دوه، اینجا منفی یکه، اینجا هم صفره. اگه دقت کنید Cl یون تماشاچیه، چرا؟ چون بدون تغییره. حالا واکنش بدون یون تماشاچی خب میشه Zn به اضافه موازنه یه دو هم میخواد، دوتا H مثبت میدهد Zn دو مثبت به اضافه H2. خب حالا ببینیم چی پرسیده. کدام گونه اکسایش یافته و کدام گونه کاهش یافته است؟ خب آقای عزیز Zn از صفر شده دو مثبت، پس میشه اکسایش. چرا؟ حالا دیگه شما بلدی، چون الکترون داده و عدد اکسایش افزایش یافته. اچ مثبت شده صفر، پس میشه کاهش. الکترون گرفته و کاهش عدد اکسایش. سوال ب گفته نیمه واکنش های اکسایش و کاهش را بنویسید. بچه ها ببخشین، حالا اینو بگم، نیمه واکنش های اکسایش و کاهش را بنویسید. خب نیمه واکنش اکسایش میشه Zn میدهد Zn دو مثبت به اضافه دو الکترون، این میشه نیم واکنش اکسایش. از طرف دیگه دو H مثبت میشه، خب دوتا الکترون میگیره میشه H2، نیمه واکنش کاهش. پس این هم به این صورت گفته نیمه واکنش ها را با هم جمع کنید تا با حذف الکترون ها معادله کلی. اگه نیمه واکنش ها را با هم جمع کنیم بچه ها باید دوتا الکترون هامون ساده بشه. اینجا خب ضریبش دو و دوه، ساده میشه. اگه برابر نباشه باید برابر کنیم، بیاییم تو عددهای مناسب ضرب کنیم برابر کنیم. وقتی ساده شد خب معادله کلی همینه، همون بالایی است که من اول نوشتم Zn به اضافه دو تا H مثبت میدهد Zn دو مثبت به اضافه H2. خب حالا گفته با خط زدن واژه نادرست در هر مورد عبارت داده شده را کامل کنید. در این واکنش اتم‌های، من فقط جواب رو می‌نویسم، اتم‌های روی الکترون از دست داده، این خط می‌خوره و اکسایش، پس این خط میخوره، یافتن و سبب کاهش، پس این خط میخوره. از این رو نقش کاهنده، پس این خط میخوره دارند. قسمت دوم، الکترون به دست آورده،
پس اولیه خط میخوره و کاهش میابند، پس اکسایشش به هم میخوره، خط میخوره. پس سبب اکسایش این خط میخوره، از این رو اکسنده این خط میخوره به این صورت. پس از دست داده اکسایش، کاهش، کاهنده به این صورت. اینا همه رو ما تو جزء گفتیم ولی یه بار دیگه داریم مرور میکنم. سوال دو، در هر یک از واکنش‌های زیر گونه اکسنده و کاهنده را مشخص کنید. بچه‌ها یه چند لحظه به من فرصت بدید، یه چند لحظه فرصت بدید. من حالا نمیدونم تمرین‌های کتاب من شاید با کتاب شما فرق کنه. من تمرین‌های کتاب خودم رو حل می‌کنم. اگر کتاب شما فرق کرد، چون کتاب من مال سال قبله یا دو سال قبله، اگر فرق کرد که بعد اونا رو هم به دست میاره و حل میکنیم، هرچند کار خاصی نداره، فرق در کل فرق نمیکنه. یه نکته دیگه من فراموش کردم بچه ها، تو صفحه چهلمون، تو صفحه چهل اون قسمت جیم که گفته اکسنده و کاهنده رو تعریف کرده و بعد گفته کدام یک اکسنده و کاهنده، زد این میشه اکسنده، عذرخواهم، زد این میشه کاهنده و او دو میشه اکسنده. نکته، فلزات معمولا کاهنده و نافلزات معمولا اکسنده هستند. خب حالا سوال دو قسمت الفش، دو تا آل، دو تا آل به اضافه سه تا سی یو دو مثبت میدهد دو تا آل سه مثبت به اضافه سه تا سی یو صفر جامد، آکیو، آکیو و جامد. بچه یه نکته، یه نکته، یون در محیط محلول پس میشه آکیو، فلز به صورت جامد یا به حالت جامده پس میشه اس. حالا بیاییم قضاوت کنیم آقا. آل از صفر رسیده به سه مثبت، الکترون داده، بنابراین اکسایش، بنابراین آلمون میشه کاهنده. سی یو از دو مثبت شده صفر، الکترون گرفته، بنابراین کاهش یافته. ماده‌ای که خودش کاهش پیدا میکنه میشه اکسنده. سوال دوممون، میگم بچه ها شاید سوالامون اینه هم نباشه. سی یو دو مثبت به سی یو دو مثبت ای کیو به اضافه اف ای دو مثبت ای کیو شده سی یو جامد به اضافه اف ای سه مثبت ای کیو. یون ها تو محیط محلول، فلز تو حالت جامد. حالا دوباره این همون بچه ها، سی یو از دو مثبت شده صفر، کم شده، الکترون گرفته، الکترون گرفته، بنابراین میشه کاهش، چون کاهشه میشه اکسنده. آقا اف ای از دو مثبت شده سه مثبت،
افزایش داشته. ببین بارد و مثبت یه دونه دیگه الکترون داده شده سه مثبت. الکترون داده، بنابراین اکسایش. حالا که اکسایشه پس میشه کاهنده. خب یه چند لحظه صبر کنیم بریم سراغ تمرین بعدی، یا نه کسی که سر کلاس نیست ما تمرین ها رو بکی. آقا خود را بیازماییده صفحه 43 گفته جدول زیر داده هایی را از قرار دادن برخی تیغه های فلزی درون محلول مس دو سولفات در دمای 20 درجه نشان میداد. پس دمای اولیه 20 درجه بوده. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید. خب آقا نگاه کنید جدولو. آهن وقتی قرار دادید، وقتی تیغه آهن رو قرار دادید، دما از 20 رسیده به 23، یعنی دما تغییر کرده، پس واکنش انجام شده. آیو دما تغییر نکرده، زد ان تغییر کرده و سی یو هم تغییر نکرده. الف تغییر دمای مخلوط واکنش نشان دهنده چیست؟ الف نشان دهنده انجام واکنش بین تیغه های، حالا اونایی که اف ای و زد ان با محلول سی یو دو مثبت، یعنی این دوتا با سی یو دو مثبت واکنش دارن. حالا هر یک از واکنش های زیر را کامل کنید، سپس گونه های اکسنده و کاهنده را مشخص کنید. آقا اولیش اف ای به اضافه سی یو دو مثبت میدهد. بچه ها تو این اتفاق، تو این واکنش اف ای دو تا الکترون میده به سی یو، پس میشه اف ای دو مثبت ای کیو به اضافه سی یو جامد صفر. حالا گفته گونه های اکسنده و کاهنده. آقا اف ای از صفر شده دو مثبت، الکترون داده، بنابراین اکسایش، بنابراین کاهنده است. کاهندهشو بیام اصلا خود اینو می نویسم کاهنده. سی یو دو مثبت شده سی یو صفر، الکترون گرفته، بنابراین کاهش. گونه ای که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده داره. این الفش. بعدیش نوشته زد ان به اضافه سی یو دو مثبت میدهد نقطه چین به اضافه نقطه چین. بچه اینم نقطه چین بودا، من دیگه کاملش. خب آقا اینجا هم زد ان دو تا الکترون میده به سی یو، خب پس میشه زد ان دو مثبت ای کیو سی یو دو مثبت سی یو صفر جامد. اینم ای کیو، اینم جامد. آقا زد ان از صفر شده دو مثبت، الکترون داده، بنابراین اکسایش. حالا که اکسایشه میشه کاهنده. سی یو از دو مثبت شده صفر، الکترون گرفته، بنابراین کاهش.
ماده یا گونه ای که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده را داره. خب حالا دو سه تا سوال پرسیده، نتیجه گیریش خیلی خوبه. گفته با توجه به تغییر دمای هر سامانه کدام فلز تمایل بیشتری برای از دست دادن الکترون دارد؟ چرا؟ خب بچه ها الف ب پ جوابش میشه فلز زد ان. چرا؟ چون واکنش با سرعت و شدت بیشتری انجام شده است و دمای آن افزایش بیشتری داشته است. دمای آن افزایش بیشتری داشته است. آقا فلزهای آیو FE ZN و CU را بر اساس قدرت کاهندگی مقایسه کنید. بچه‌ها سوال ت، چون ببینید، چون حالا من اگه بخوام توضیح کامل بدم، چون ZN و FE با CU دو مثبت واکنش داده اند پس کاهنده تر و کاهنده تر از سیو می باشند. پس حالا بیا سراغ کاهندگی. بچه زد این بیشتر از اف ایه، بیشتر از سی یوه. حالا خود زد این چرا؟ چون افزایش دمای بیشتری نسبت به واکنش اف ای با سی یو دو مثبت دارد. خب حالا خود سی یو هم از آیو بیشتره. چرا؟ چون واکنش بین آیو و سی یو دو مثبت انجام نشده است. چرا انجام نشده؟ چون دما تغییر نکرده است. این بیزد. حالا میگه پیش بینی کنید هرگاه تیغه مس درون محلول روی سولفات قرار بگیرد آیا واکنش انجام می شود؟ خیر. چرا؟ الف ب پ ت س. خیر. چرا؟ چون کاهندگی سی یو کمتر از زد ان است و سی یو نمی تواند یون زد ان، نمی تواند به یون زد ان دو مثبت الکترون بدهد و آن را کاهش دهد. پس واکنش انجام نمیشه. اینم فکر کنید یا خود را بیازمایید. صفحه 43. یه چند لحظه صبر کنیم بریم سراغ خود با هم بیاندیشیم. صفحه 45.
خب بچه ها بریم سراغ تمرین صفحه 45. گفتم توی تدریسم گفتم بچه ها این تمرین ها مهمترین مباحث فصل 2. با هم بیندیشیم صفحه 45. سوال الف گفته بچه ها نیم واکنش های انجام شده در هر نیم سلول و واکنش کلی سلول را بنویسید. آقای عزیز قبل اینکه نیم واکنش ها تو سلول گالوانی قبل اینه که تو نیم واکنش رو بنویسی، خب اول باید آنود و کاتود رو تعیین کنه، یعنی اصلا اولین کارت آنود کاتوده. حالا اینجا سی یو داری و زد ان، سی یو داری و زد ان، یا ای صفر رو بهت میده، خب اونی که ای صفرش کمتره میشه آنود، یا نه. بچه تو صورت سوال نگاه کنید، تو صورت سوال دقت کنید ببینید نوشته سلول گالوانی روی خط تیره مس یا زد ان خط تیره سی یو. بچه ها وقتی سلول رو به این صورت می‌نویسه اولیه آنوده، از کدوم سمت؟ بچه ها خب فارسی اولیه میشه سمت راست، تو فارسی میشه سمت راستیه، این آنوده پس این کاتوده. تو انگلیسی هم اولیه میشه سمت چپ چون از سمت چپ می‌نویسه، پس این میشه آنود. ببین الان میگه سلوله روی خط تیره مثلا قلب رویت میشه آنود. اینو حواستون باشه، وقتی آنود و کاتود رو تعیین کردی حالا دیگه نیمه واکنش. آنود باید اکسایش داشته باشه، خب رو شکلم که نشون داده توی آنود این اتفاق میافته، اتم زد ان از روی تیغه میاد میشه زد ان دو مثبت به اضافه دو الکترون. نیم واکنش اکسایش در آنود به همین صورت تو شکل نشون داده، یونای سی یو دو مثبت. یه لحظه توضیح داده کتاب، میگه اتم های زد ان از تیغه دو الکترون میدهند، یعنی دو تا الکترون خودشون رو روی تیغه جای میذارن و به صورت یون مثبت وارد محلول میشن. از طرف دیگه یونهای سی یو دو مثبت در محلول میان به سمت یونهای سی یو دو مثبت میان به سمت تیغه کاتود دو الکترون میگیرند، میشن سی یو صفر جامد رو تیغه رسوب میکنن، پس اینم میشه نیم واکنش کاهش در کاتود. جمع بزنیم، دو الکترون با دو الکترون ساده میشه واکنش کلی سلول، میشه زد ان به اضافه سی یو دو مثبت میدهد زد ان دو مثبت به اضافه سی یو جامد ای کیو. این به این صورت. حالا خودش گفته آنود الکترودیه که در آن نیم واکنشه اکسایش و کاتود الکترودیه که در آن نیم واکنش کاهش روی میدهد. با این توصیف کدام الکترود نقش آنود؟ آقا الکترود روی. چرا؟ چون فعالتره، الکترون دهنده تره
کاهنده تره، هر کدومو بگی درست. الکترود روی میشه آنود و الکترود مس میشه کاتود. چرا؟ چون فعالیتش کمتره ای صفرش. اگه بخوای از ای صفرم قضاوت کنی، فلزی که ای صفرش کوچیکتره میشه آنود. پس آنود روی، کاتود مس، سی یو. در مدار بیرونی حرکت الکترون ها در چه جهتی است؟ آقا از آنود به کاتود، از الکترود آنود به کاتود، اینجا میشه روی به مس، روی به مس. چرا؟ خب از تولید به مصرف، داره توی روی، تو الکترود روی الکترون تولید میشه و غلظت یا مقدار الکترون داره زیاد میشه. تو الکترود مس داره مصرف میشه و غلظتش کاهش پیدا میکنه. خب از اونجایی که بیشتره میاد اونجایی که کمتره. توضیح دهید چرا پس از مدتی جرم تیغه روی کم شده؟ چون اتمهای روی اکسید شده، به یون ZN دو مثبت تبدیل میشن، یعنی تیغه به تدریج خورده میشه، مصرف میشه. اتم از تیغه کنده میشه، میاد میشه یون مثبت، وارد محلول میشه و جرم تیغه مس زیاد شده، به خاطر اینکه یونهای مثبت Cu که میرن به سمت کاتود یا تیغه مس الکترون میگیرن، به صورت اتم خنسا رو تیغه رسوب میکنند، رو تیغه رسوب میکنند. این به این صورت. پس جرم تیغه آنود خورده میشه، کاهش پیدا میکنه، تیغه آنود نازکتر میشه چون اکسید و خورده میشه، و جرم تیغه کاتود ضخیم‌تر میشه چون اتم‌های روی آن رسوب میکنن. بیایم صفحه 46، صفحه 46 کتاب. گفته پس این میشه خود را بیازماییده. چهل و شیش. آقا شکل زیر سلول گالوانی مس خط تیره نقره. ببین مس نقره یعنی مس میشه آنود. پس سلول مس نقره، مس میشه آنود، نقره میشه کاتود. خب با توجه به آن پرس، علامت الکترودهای مس را و نقره را مشخص کرده. آقا مس یا آنود اگر یادت باشه، آنود قطب منفیه. چرا؟ چون تو آنود ما تولید الکترون داریم و کاتود قطب مثبته، تو کاتود مصرف الکترون داریم. بچه رو شکلم تیغه قرمز رنگ میشه آنود یعنی سی یو، و تیغه نقره رنگ یعنی سمت راستیه میشه کاتود. نیم واکنش های انجام شده در آنود و کاتود را بنویسید. خب مس باید اکسید بشه، یعنی چی؟ یعنی سی یو باید از روی تیغه بیاد بشه سی یو دو مثبت ای کیو به اضافه دو الکترون. این میشه نیم واکنش اکسایش در آنود. به همین صورت ای جی مثبت به اضافه یک الکترون منفی. بچه ها ظرفیت، ببینید اونجایی که نوشته نقره نیترات، یه لحظه، نقره نیترات، خب این میشه AgNO3. بچه ها Ag مثبته، پس Ag مثبت به اضافه یه الکترون میدهد Ag صفر. نیم واکنش کاهش در کاتود. حالا اگه واکنش کلی رو خواسته بود
بچه ها الان ما نمیتونیم واکنش کلی بنویسیم. چرا؟ چون الکترون های مبادله شده برابر نیست. دقت کنید، یه الکترون دو الکترون. برای اینکه برابر بشه نیم واکنش کاهش باید ضرب در دو بشه. خب این میشه دو دو و دو. دو الکترون با دو الکترون ساده میشه. چی میمونه؟ سی یو جامد به اضافه دو تا ای جی مثبت میدهد سی یو دو مثبت به اضافه دو تا ای جی. این واکنش کلی که حالا سوال واکنش کلی رو نخواسته بود. خب آقا با انجام واکنش ها جرم تی الکترود ها چه تغییری میکنه؟ آقا جرم الکترود مس کاهش مییابد. چرا؟ چون آنود است و خورده می شود. جرم الکترود نقره زیاد می شود. چرا؟ چون کاتود است. جهت حرکت یونها، بچه یونها رو ما گفتیم از دیوار متقلقل، کاتیون ها تو جزوه‌مون هست، از محلول آنود میره به سمت محلول کاتود. خب اینجا کاتیونی که جابجا میشه سی یو دو مثبته و آنیون ها از محلول کاتود میاد به سمت محلول آنود. اینجا یونی که جابجا میشه NO3 منفیه. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب بچه ها یه مطلبی داریم، خود را بیازمایید. گفته خود را بیازمایید صفحه 2. دوستان عزیز، سلول های گالوانی و مباحث مربوطش بحث بسیار مهمیه. خود را بیازمایید صفحه 48. صفحه 48 گفته در سلول گالوانی نقره و منیزیم. سلول گالوانی نقره و منیزیم، بچه ها اینو دیگه نمیتونم بگیم سمت چپی آنودا. اگه به صورت خط تیره باشه، آقا اینجا ای صفر این نقره یعنی ای جی مثبت ای جی هشدهم، ای صفر ام جی دو مثبت ام جی منفی دو ممیز 37. حالا
سوال پرسیده کدام الکترود آنود و کدام یک کاتود خواهد بود؟ آقا ام جی میشه آنود. چرا؟ چون ای صفر کوچک تری دارد، بنابر این فعالتر، یعنی الکترون دهنده تر و کاهنده تر است. و ای جی نقره میشه کاتود. چرا؟ چون نسبت به ام جی ای صفر بزرگتری دارد. حالا گفته نیم واکنش های اکسایش و کاهش و واکنش کلی. خب آقا ام جی آنوده، میشه ام جی میدهد ام جی دو مثبت به اضافه دو الکترون. نیم واکنش کاهش. ای جی، ای جی ظرفیتش یکه، جامد. ای کیو، ای جی مثبت به اضافه یک الکترون میدهد ای جی صفر. نیم واکنش کاهش. حالا میخوام هر دو رو جمع بزنم. آقا باید این دوتا با هم برابر باشه، پس دومیه باید ضرب در دو بشه. خب این میشه دو، اینم میشه دو، اینم میشه دو. دو الکترون با دو الکترون ساده میشه. ام جی به اضافه دو تا ای جی مثبت میدهد ام جی دو مثبت به اضافه دو تا ای جی اس آکیو. به این صورت. خب پیوند با ریاضی چون چیز خاصی نداره همینجا. پیوند با ریاضی صفحه 48. آقا گفته با مراجعه به جدول یک هر یک از جاهای خالی را پر کنید. بچه این نوشته ای صفر سی یو دو مثبت خط مورب این به این صورت. ببین این، خب خودتون میدونید بچه ها ای صفر همیشه برای نیم واکنش کاهش. خب این میشه گونه سمت چپ. خب این میشه گونه سمت راست. خب سی یو دو مثبت دوتا الکترون میگیره میشه سی یو صفر. بلد نیستی برو تو جدول صفحه 47 نگاه کن. پس این میشه سی یو. حالا مساوی مقدارش هم از تو جدول پیدا میکنی، 34 صدم. اینجا ای صفر نقطه چین زد ام میشه نقطه چین ورد. خب این گونه سمت چپه، این گونه سمت چپه میشه زد ام دو مثبت. اینا همه رو تو جزوه گفتیم، گونه سمت چپ، گونه سمت راست به این صورت. مقدارش هم میشه منفی 76 صدم ولت. منفی 76 صدم ولت. حالا بریم سراغ مطلب بعدی. در سلول گالوانی تشکیل شده از دو نیم سلول بالا کدام نقش آنود و کدام نقش کاتود را دارد؟ خب این زد ان میشه آنود. چرا؟ چون ای صفرش کوچکتره. سی یو میشه کاتود چون ای صفرش بزرگتره. حالا سلول گالوانی استاندارد روی مس را نشان میدهد، با توجه به ای ام اف این سلول مشخص کنید کدام رابطه زیر درست است. بچه رابطه سمت میشه ای صفر کاتود منهای آنود، یعنی سمت چپیه. ای صفر
سلول یا EMF مساوی ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. در جدول زیر هر خط رنگی نشان دهنده یک سلول گالوانی است. از دو فلز سلول یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز را نشان دهید. با توجه به پتانسیل جدول پتانسیل به پرسش ها پاسخ دهید. نخست برای هر سلول گالوانی آنود و کاتود را مشخص کنید و EMF را حساب کنید و در جای خالی بنویسید. بچه ها ببینید یکیش را مشخص کنید. اولا فلز پایین تر میشه آنود. ببینید من این قسمت رو جا کم آوردی، این قسمت رو پاک کنم، فلز پایین تر مثلا ببین الان یه خط قرمز یه خط داریم، خط اولیه بین MG و AG، یه خط اینجا MG و AG. آقا فلز پایین تر میشه آنود، چرا؟ چون ای صفرش کوچکتره. فلز بالاتر میشه کاتود، چرا؟ چون ای صفرش بیشتره. حالا ای ام اف مساویه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. مقداراشو داده، مقداراش از جدول. کاتود نقره است 0.8 منهای آنود ام جیه میشه منفی 2.37. خب جمع میشه با هم میشه 7.13 مساویه 3.17 ولت. بقیهش هم این همین گفته. اگر چند قصد به اگر چند سلول در اختیار داشته باشید و بخواهید از آنها یک سلول گالوانی با بیشترین ولتاژ، یک سلول گالوانی با بیشترین ولتاژ تولید کنید بسازید، از کدام نیم سلول ها استفاده می کنید؟ خب نیم سلول تو اینجا از نقره و ام جی، از نقره و ام جی، چون بیشتر جوابش میشه، جواب سوال ب میشه ب از ای جی و ام جی، چرا؟ چون بیشترین فاصله را در جدول ای صفر دارن، پس بیشترین اختلاف ای صفر و بیشترین ای ام اف، بیشترین ای ام اف. بله هرچی بیشترین ولتاژ رو بالاییه و پایینیه. و سال آخر این مسئله گفته با استفاده از جدول یک EMF سلولی را حساب کنید که واکنش اکسایش کاهش آن به صورت زیر است. واکنشش اینه: 3mg به اضافه 2 آیو سه مثبت میدهد 3 mg 2 مثبت به اضافه 2 آیو اس ای کیو و S. آقایون MG از صفر رسیده به 2 مثبت، پس اکسایش داره، پس میشه آنود. آیو از مثبت صفر رسیده به 3، مثبت 3 رسیده به 0، پس کاهش داره، میشه کاتود. حالا EMF مساویه
ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود مساویه. خب کاتودمون آیو یکونیم منهای دو ممیز 37. خب جمع میشه 7 8 3، 3 ممیز 87 صدام ولت. دوستان ما مسائل رو کاملا تا صفحه 49-50 حل کردیم. بیایید خود را بیازمایید. صفحه 51 خود را بیازمایده. صفحه 51 بچه ها گفته دو تا روش رو گفته. روش یک تولید برق از روش سوزاندن سوخته. ببینید سوخت رو منتقل میکنه، میسوزونه، بعد بخار آب تولید میکنه، بعد توربین رو میچرخونه، بعد برق تولید میشه. روش دوم تولید انرژی الکتریکی از روش سلول سوختیه. حالا گفته در کدام روش اتلاف انرژی به شکل گرما کمتر است؟ خب میشه روش دو. چرا؟ چون شامل مراحل کمتری است. خب تو هر مرحله هم انرژی کمتری مصرف، انرژی کمتری تلف میشه. شامل مراحل کمتری است. بنابراین اتلاف انرژیش کمتره. به همین صورت کدام روش کارایی بالاتری دارد؟ روش دوم. دوباره هم به همون دلیل، چون شامل مراحل کمتری است و اتلاف انرژی آن کمتر است، یعنی بازده در آن بالاتر است. بچه ها تا همینجا باشه برای جلسه آینده. حالا ما تا صفحه 54 رو درس دادیم، تا صفحه 54 رو درس دادیم. اما حالا فکر خود را بیازمایدای صفحه 53 میمونه که انشالله دیگه خودتون حل میکنید. خب سوالی مطلبی نیستش. این فیلم ضبط شده است، بعداً سر فرصت ببینید و تمرین ها رو بنویسید. دوستان عزیز پایان جلسه، خدا حافظه.